خیلی ممنون از صحبت شما. من فکر کنم به نکات بسیار مهمی اشاره کردید که هر کدومش میشه باز بشه. برای کسایی که شاید دیر وارد اتاق شدن، فکر میکنم واجبه که به نقدهای گوناگون ولی مشخصا نقد مارکس از نوشته هگل در فلسفه حق برگردند، اون رو دقیق نگاه کنند. من فکر کنم دو نکته بسیار مهمه که یادآوری بکنیم در رابطهش. یکیش مسئله است که شما اشاره کردید و اون هم حقوق دموکراتیک در جامعه بورژوایی است، اگه بخواید در مورد وقایع روزمره و غیر صحبت بکنیم. و طرح این مسئله که الان نه دقیقا از مقطعی که شما گفتید و خیلی پیشبینی مارکس درست بوده، چون اون موقع توهم نسبت به حقوق در جامعه بورژوایی بیشمار بوده، ولی در قرن 21 من فکر میکنم این بسیار واضحتر و روشنتر شده و خیلی از کسایی که راجع به این مسئله بحث میکنن دقیقا به این مسئله، به این نکته اشاره میکنند که بورژوازی توان خودش رو برای دادن حقوق دموکراتیک از دست داده. شما دقیقا به این اشاره کردید که حتی در دوران هگل این رو نداشت، ولی فکر کنید با گذشت زمان ما با چه تغییرات اساسی روبرو شدیم. و در این رابطه، در رابطه با حقوق مدنی، حقوق شهروندی، آزادی های افراد، من فکر کنم یکی از نکاتی که مکرر در رابطهش اشتباه میشه این حق مدنی زنان در جوامع و توهم نسبت به این در جامعه مثل ایران بسیار قویه، به این معنا که این توهم وجود داره که اگر ما به نظام سرمایه‌داری، ولو سرمایه‌داری که ایالات متحده با تغییر رژیم از بالا یا اسرائیل با بمباران یا هر کی دیگه با تغییر رژیم از بالا ایجاد بکنه، حقوق برابر زنان رو میسر میکنه. من میخواستم در حقیقت جمع کنم بعضی از نکات مهمی رو که بهش اشاره کردید. یکیش این مسئله abstract rights، میبخشید من فارسیم گاهی فراموشم میشه، درست نمیتونم بگم، ولی شاید بشه گفت، نمیدونم abstract و دقیق چی میشه گفت، ولی این حقوق افراد جدا از جامعه، اتمیزه شده، خود پایه، خود سلف سوفیشنت، که میتونه وجود داشته باشه. و این یکی از نکات مهم در نقد هگله، شما بهش اشاره کردید، من در بیان دیگه میخوام همین رو بگم، و اون عدم درک روابط اجتماعی افراد که به درستی گفتید مثلا رابطه کار و سرمایه، رابطه صاحب مغازه و مشتریاش، رابطه دولت و افراد عادی، و این به اصطلاح منشأ اجتماعی افراد در جامعه است که بسیار نکته تعیین کننده ای. و اون تقسیمی که هگل میکنه از این مسئله به اصطلاح حقوق ابسترکت با حقوقی که در حقیقت همیشه باید در خانواده، در جامعه، در دولت به اون اشاره کرد، و به نظر من مثال های بسیار مهمی را آوردید، ولی فکر میکنم واجب بهش اشاره بکنیم. در رابطه با اگه بخواید رابطه اجتماعی یا قرارداد
اجتماعی لیبرال، هگل برخی از اینها رو که توسط هوبز، لاک یا روسو مطرح شده بود شاید به درستی نقد میکنه، ولی نمیتونه فراتر از اون بحث منافع فردی، منافع شخصی بره و این خیلی مهمه، چون در این درک نسبتاً ساده گرایانه از توسعه روابط اجتماعی در جامعه، رابطه جدا نشده فرد با جامعه، فرد با سازمان ها، دستگاه ها، غیره رو نمیتونه درست ببینه و نتیجهش این میشه که نتیجهش دقیقا اون نکاتی میشه که بهش اشاره کردید. و اینجا فکر میکنم تقسیم بندی بسیار دقیق داشتید. من برای کسایی که شاید همه صحبت رو گوش نکردن، دیر رسیدن بعضی دوستان، تکرار میکنم: خانواده، جامعه مدنی و در انتهای اون دولته. و به نظر میاد از نوشته هگل که این رابطه هایرارکیک بین خانواده، جامعه مدنی، دولت رو نمیبینه، ولی متاسفانه همه این مدافعان ایرانی جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق مدنی غیره، اینها هم این رو نمیبینند. مثلا من یه مثال شاید زمینی در این رابطه بیارم، ممکنه شما نقد کنید مثال منو، ولی فکر کنید در رابطه با مسئله این مثل حجاب، یک حقوق فردی، دو حقوق محیط بلافاصله افراده. و خیلی وقتها حقوق بلافاصله روابط افراد در اون بخش بلافاصله جامعه که درش قرار دارن، مثلا یک منطقه مذهبی در جنوب تهران، برای کسایی که از خارج به این قضیه نگاه میکنند درست نیست. و بعد ما رابطه دولت ارتجایی که میخواد این حجاب رو با شلاق پیاده بکنه مواجه هستیم. در نتیجه این روند، اگه بخواید، اجتناب ناپذیر از این روابط رو درست کسی بهش برخورد نمیکنه و ساده گرایانه این بحث مطرح میشه که خب باید دفاع کرد، حل میکنیم، به این سادگی حل میکنیم. مسئله اگر ساده بود شاید در سال 57 حل میشد. اینی که حل نشده تا امروز، بسیاری از توهم ها نسبت به درک غلط از حقوق افراد رو در بطن خودش داره. دوستان، رفقایی که اتاق هستن، من خواهش میکنم اگر سوالی دارید، بحثی دارید، یا دستتون رو بلند کنید، یا اگر نمیخواید که ویدیوتون باز بشه، اگر نمیخواید بحثتون رو با اودیو مطرح کنید، در تکست بنویسید. اگر نه، من حداقل در این مرحله، کامبیز عزیز لطف کن صحبت خود تو مطرح کن تا دوستان وقت بگیرن. الان بگم یا وایسیم ببینم کسی؟ آها. خیلی ممنون از صحبتتون. من فکر میکنم این قضیه خیلی قضیه مهمیه، یعنی این جریان فقط هم به ایران و جوامع اسلامی ختم نمیشه. من فکر میکنم اینجا ما مواجهیم با این مسئله مبارزه دو نوع انباشت، دو نوع انباشت سرمایه که باید به دقت مورد بررسی ما قرار بگیره. ما منظورم کمونیست هست، چه توی جوامعی مثل مال ما که اون طرف
انباشت بدوی و ارتجاعی و ارتجاعی تر و خیلی خشنش اسلامیه، ولی تو هند هم وجود داره، اونجا هندویزمه، توی آمریکا وجود داره نژاد پرستی، همه جا بالاخره یه شکلی به خودش میگیره. ولی مسئله اینه که پروسه انباشت بدوی پیش شرط لازم برای تولد سرمایه داریه و در این حال شرط لازم برای تداوم سرمایه داریه. یعنی شما برای این که بتونید سرمایه داری رو داشته باشین لازم دارید که یه عده ای همه وسایل تولیدشون رو ازشون بگیرن، هیچی نداشته باشن که بفروشن مگر نیروی کارشون، یعنی خودشون، یعنی فقط بتونن خودشون بفروشن. چون شما به هر جایی که نگاه کنید حتی ما قبل تاریخ مدرن میبینید که حتی برده با توانایی نجاری و بقالی و کفاشی و موسیقی دانی و اینا میاد، یعنی اسکیلش رو ازش نمیگیره، توانایی های حرفه ایش یا اون خورده یه ذره وسایلی که داره اونا با خودش میان، حالا یه چکشی، یه تیغی، یه چیزی. و فقط در سرمایه داریه که تمام وسایل تولید رو از تولید کننده میدوزن و مجبورش میکنن که هیچ چی نداشته باشه، این وسایل تولیدش. از طرف دیگه هم خودشو از خونه و کاشونش بیرون میکنه، اگه تو روستاست میندازنش به حاشیه شهر را، اگه میبرده گوسفند و ایناشو میچرونده دیگه اون چراگاه ها رو تبدیل میکنن به یه مراکزی که این نتونه، اگه آب بوده آبار ملی بود. بالاخره یه شرایطی به وجود میارن که این آدم دیگه نتونه با وسایل تولیدی که در اختیارش هستن زندگیشو بگذرونه. نتیجه میشه که اون وسایل تولید تبدیل به سرمایه میشه. یعنی اینی که تولید کننده های مستقیم بعد از این باید ارزش تولید کنن، یعنی نیروکارشون رو بفروشن که به نیروکار به ارزش جدیدی تبدیل بشه، ارزش افزایی بکنه، و این میشه پروسه انباشت بدوی. یعنی از یه طرف جدا کردن تولید کننده های مستقیم از وسایل تولید و از طرف دیگه تبدیل مایملک غارت شده اینا به سرمایه. خب این میشه انباشت بدوی. یه طرف دیگه ما چی رو داریم؟ انباشت عادی سرمایه رو داریم. یعنی سرمایه داری به همون اندازه که تشکیل شده از انباشت بدوی، یعنی قتل و غارت و تجاوز اینا، از یه طرف دیگه سرمایه داری یعنی برابری قانونی، یعنی تبدیل تمام اشکال وجودی کارکنا به طبقه کارگر، به کسایی که نیرو کارشون میشه. بنابراین همه امتیازا به حقوق تبدیل میشه، همه کارکنا تبدیل میشن به کارگر، همه آدما تبدیل میشن به شخصیت، شخصیت های دارای حقوق، همه اینا دیگه اهلیت دارن، دیگه تابع ولایت یه نیروی بزرگتر از خودشون نیستن. خب با توجه به این امر که اتفاق میفته یه دنیایی به وجود میاد که توش یه همچین زد و خوردی وجود داره. از یه طرف آدم ها رو دارن بی خانمون میکنن، اهلیت همه رو، اما یه ذرم که داشتن ازشون میگیرن و همه رو میبرن زیر تیغ ولایت، همه نوکر و عبد و عبید والی هست. از اون طرف هم میان چیکار میکنن؟ به همه میگن شما اهلیت دارید، شما شخص هستید، همه روابط شما قراردادیه، یعنی قابل فسخ شدنه و شما میتونید اونا رو کنار بذارید و از این قبیل چیز.
حالا یه چیز عجیبی پیش میاد. از یه طرف آدما رو سرمایه‌داری برابر میکنه، از یه طرف هم کاملا نابرابر میکنه و براشون ولی میتراشه و هر دوتای اینا در عین حال داره صورت اینه که یه همچین برخوردهای پیش. حالا محمل ایدولوژیک این قضیه، اون پوشش ایدولوژیک برای این امر لازمه در جامعه عقب مونده مثل ایران اسلامه، یکی اسلام یکی سلطنت. این دوتا نهاد هستن که انسانو وادار میکنن به اینی که هر نوع حقارتی رو بپذیره، به خصوص زنا رو. یعنی از زنا تمام قدرتشون رو میخوان بگیرن، امکان اینی که زنا نگران حال مردم باشن و کمک بکنن به آدم ها که زندگی خودشون رو افسارش رو به دست خودشون بگیرن، اینو میخوان، این امکان رو از زنا سلب کن. و این قضیه است که زن ستیزی اسلام خیلی به درد رشد، اقلا رشد سرمایه‌داری توی این مرحله میخوره و مورد تایید قرار گرفته، چه از طرف خود مسلمان ها و چه از طرف اکثر شاهی ها و سلطنت ها. پس یکی از وظایفی که ما کمونیست ها به عهده داریم این خواهد که ما با تمام قوا در مقابل این سلب اختیار از زن و سرکوب آزادی های زنا وایسیم. البته بحث های دیگه هم هست، مسئله آزادی مطبوعات، مسئله خلق‌ها و چیزهای دیگه که الان نمیخوام برم چون میترسم خیلی بحث طولانی بشه. حالا اگر شد دوباره بعد. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما سیامک عزیز، دست شما بلنده، بفرمایید. بله مرسی، خیلی ممنون وقتتون بذارید، بحث خیلی جالبتون و خیلی مهم. من سوالم خیلی کوتاست و یه جورایی برمیگرده به این که خب الان رفیق یاسران گفت. کلا وقتی که میخوایم خیلی اجمالی نگاه کنیم ببینیم که دیالکتیکی که مارکس میگه و چه فرقی داره با دیالکتیک هگلی، این کلمه آبستره رو آدم میبینه، میگه که کلا مارکس دیالکتیک از چیزای نقدش که دیالکتیک هگلی آبستره. من بخواستم اگه شما دوستان میتونید بذار اینو باز کنید توضیح بدین، شاید بعضی موقع روشن نیست، مثلا از حال برای خود من هم خیلی ممنون. بفرمایید، نوبت شماست. ببینین آبستره یعنی مجرد، یعنی انتزاعی و منظور مارکس از این اینجا از حق مجرد حرف میزنه و وقتی میگه حق مجرد یعنی این حق وابسته به این نیست که شما به طور مشخص، معمولا مجرد رو در مقابل مشخص به کار میبرن، در مقابل کانکریت. این حق مجرد رو وقتی در مقابل حق مشخص به کار میبرن، منظور اینه که شما از یه حقوقی برخورداری صرفا به خاطر اینی که انسان هست و به طور مجرد انسانی، نه اینی که مالکی یا شاهی یا اهل تهرانی یا مردین یا مسلمانی یا ارمنین یا فلان، هیچ کدوم اینا نیست. حق مجرد یعنی اینی که به صرف انسان بودن شما از یه حقوقی برخوردارین، مثل حق مثل اهلیت، مثل حق مالکیت،
مثل حق اینی که بتونین برای خودتون تصمیم بگیرید. یعنی شما تابع ولایت کسی نیستین. از نظر اخلاقی آزادین. از نظر عقلی مجبور نیستین به یه نتایج معینی برسید. و این قبیل مسائل. ولی مثلا یه مسلمان نمیتونه به این نتیجه برسه که محمد یه تجاوزگر بوده. حق نداره این رو. ولی کم از ذره حق مجرد میتونه. ممکنه بهش بگن تو بی خود گفتی، حرفت غلطه، فلانه. ولی اجازه این کارو داره. و اجازه کارهای دیگه‌ای که مربوط میشه به قضیه حقوق. پریویلیج کسی نیست. ولی اونجا پریویلیج، یعنی اینی که این آدم اجازه داره این حرفو بزنه، ولی اجازه نداره اون یکی حرف رو بزنه. در این حال اجازه داره این کارو اون کارو اون کارو بکنه، ولی اجازه نداره اون یکی کار خلافشو بکنه. مثلا اینی که یه مرد میتونه با چند تا زن رابطه چیز داشته باشه، ولی کن یه زن اگر یه موقعی حتی عاشق کسی و خواست یه رابطه عاطفی عمیقی برقرار بکنه، میگیرن میکشن. بعد اگر ازش بپرسی که خب این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن، نمیتونه براتون توضیح بده، چون شخص حقوقی اونجا معنی نداره. بعد مثلا عقود و ایقاعات، مثلا رابطه طلاق، شما به عنوان یه مرد میتونی زنتو طلاق بدی، ولی زنت به عنوان یه زن نمیتونه شما رو طلاق. شما سوال میکنی مگه این قرارداد نبود؟ دیگه نه، قرارداد نبود، یه چیزی دیگه. به هر حال منظور اینه که وقتی که از مجرد حرف میزنیم، یعنی مجرد از شرایط و زمان و مکان علیت، یعنی شما به خاطر این نیست که از یه حقوق خاصی برخوردارین، شما به خاطر این نیست که چون که پیرن آبی تنته، چون که این زبون و بلدی حرف بزنی، چون که برادر فلانی هستی، به هیچ کدوم از این دلایل نیست که از یه حقوقی برخورداری. شما این حقوق رو برخورداری به خاطر اینی که انسان، و هر انسانی دارای این حقوقه. ولی که اگر شما توی ایران باشی، انسانم باشی، ولی بهایی باشی، دیگه این حقوق نداری. کمونیست باشی این حقوق نداری. نمیدونم هزار دلیل دیگه هست که به شما اجازه نمیده از یه حقوقی برخوردار باشی. امیدوارم تونسته باشم ببینم روشن کنم. افسره، افسره یعنی همون افسرک، یعنی انتزاعی، یعنی مجرد، و کانکریت یعنی مشخص، یعنی اینه که ویژگی های معینی رو در بر میگیره اضافه بر جنبه ابسترکتش. خیلی ممنون. من به یه نکته اضافی، دوستان رفقایی که میخوان حتما دست بلند کنن، ولی من به یه نکته در ادامه صحبت شما اشاره میکنم. کاملا درسته که اون جوامعی که ولی میخوان برای جامعه، سلطنت، ولایت فقیه، شاید مجاهدین به نوعی، حالا من نمیدونم اونا چجوری این کار رو میکنن، همه این جوامع در حقیقت در نفی کامل این حقوق، حق بشر در جامعه هستند. ولی به نوعی میشه گفت که هر دولتی در جامعه سرمایداری نشر و ایفا میکنه.
و ما این رو در مقاطع حساسی مثل جنگ، بحران اقتصادی غیره بیشتر میبینیم. یکی از نکات مهم در نقد مارکس از نوشته هگل اینه که عملا اون چیزیه که میگن turning Hegel on his head، زیر و رو میکنه، برعکس میکنه هگل رو. و در حقیقت در نقدش از هگل ایدئالیزم آلمانی، اون چیزی که در فرهنگ غرب مطرح بود به عنوان ایدئالیزم غرب، که نوعی توهم ایجاد میکرد بین روابط واقعی اقتصادی اجتماعی در برابر اونچه دولت های اون مقطع در مورد روابط اجتماعی اقتصادی مطرح میکردن رو زیر و رو میکنه، زیر سوال میبره و حمله ای که میکنه عملا حمله ای است که من فکر میکنم مخصوصا برای برای مقطعی که نوشته شده بود در نقد کتاب هگل که مال 1820 و چند دهه بعد مارکس داره این انتقاد رو می نویسه بسیار مهمه، چرا که اون موقع خیلی ها این توهم نسبت به روابط اجتماعی، روابط دولتی رو قوی تر از الان داشتند. متاسفانه در خیلی از جوامعی که در روابط دیکتاتوری بودند به خاطر نوع حکومت های دیکتاتوری و توهمی که ایجاد میکنه نسبت به جامعه مدنی، دموکراسی بورژوایی، حقوق بورژوایی غیره، قوی این توهم. و ما شب و روز شاهد این مسئله هستیم، دورور خودمون این رو شب و روز میبینیم. کسانی که این توهم رو ایجاد میکنن که مثلا در جامعه ای که درسته در شرایط ولی فقیه بدترین حالت از روابط اجتماعی رو داره، ولی این توهم رو ایجاد میکنند که بورژوازی و دولت سرمایه‌داری میتونه حل کنه این مسائل رو. در قرن 19 مارکس مینویسه نه، غیر ممکنه، نمیتونه. و حالا ما کسانی داریم که در قرن 21 همچنان بحثشون اینه و بیشمارن در چپ ایران، بیشمارن نه در راستان، در چپ ایران بیشمارن کسانی که همچنان به این توهم دامن میزنن که اگر ما به حقوق دموکراتیک در جامعه بورژوایی دست پیدا بکنیم، چیزی که الان میبینیم در غرب وجود نداره، چه برسه به اینکه مثلا بیان در جایی که تضادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به مراتب حادتره مثل ایران بیاد همچی چیزی پیدا شه. اگه ما به این حقوق دموکراتیک دست بیابیم، اون موقع طبقه کارگر میتونه مبارزه بکنه و در ادامه مبارزش به حقوق سوسیالیستی برسه. کسانی که چنین بحثهایی رو مطرح می کنند و کم نیستند در چپ ایران نه در راست ایران، من راست ایران رو کاری ندارم، به نظر من آگاهانه دارن این توهم رو ایجاد می کنند. اگر کمی شعور داشته باشند می دونند که چنین پدیده هیچ وقت به وجود نمیاد، تا چه برسه به این که چنین پدیده اون وقت سوسیالیستی بشه. و ما این رو در غرب راحت میبینیم. من شب و روز دارم میبینم از کسانی که در سطح اینترنت، در سطح خبرنگاری، در سطح دانشگاهی دارند کارشون رو از دست میدن، حذف میشن، کنار گذاشته میشن، چرا که موضع امپریالیسم در رابطه با غزه رو قبول ندارن. خب در چنین شرایطی کسایی که فکر میکنند مثلا یک جامعه بورژوایی در ایران یا عربستان یا عراق و هر جای دیگه که حضور دارند خواهد توانست حقوق دموکراتیک رو برای اون جامعه
به وجود بیاره که در ادامه اون حقوق دموکراتیک اتحادیه‌های کارگری شکل بگیره، مبارزه کارگری پیش بره و اون مبارزه کارگری بتونه به انقلاب سوسیالیستی بیانجامه، یا دروغ میگن یا میبخشید، حواسشون کاملا پرته. و این یکی از پایه‌های بحثی است که در رابطه با این توهم به روابط اجتماعی و رابطه فرد با دولت و رابطه طبقه با دموکراسی به نظر من تعیین کننده است. دوستان، رفقایی که میخوان وقت بگیرند، اگر نه من وقت میدم به کامبیز عزیز که جمع‌بندی کنه و هر صحبتی داره ارائه کنه. اگر نمیخواید در ویدیو یا اودیو صحبتتون رو مطرح کنید، میتونید در تکست بنویسید، ولی من چت هم چیزی نمیبینم. اگر دوستانی میخوان نکته‌ای دارم بنویسم تا من بتونم اون رو هم بپرسم. بفرمایید. بفرمایید شما. ببخشید، من یا سیامک؟ نه ببخشید، سیامک دستش رفت پایین. شما بفرمایید. بله، من با صحبت شما خیلی موافقم. چیزی که توی اروپا و آمریکا و ژاپن دیگه دست راستی هم زیاد جرأتش رو ندارن، متاسفانه بچه های قدیم چپ ما که حالا همه چیز سوسیال دموکراسی رو، سنگ سوسیال دموکراسی رو به سینه میزنن، اونا خیلی زیادش کردن که بله، آزادی های دموکراتیک تو ایران نیست و اگه آزادی های دموکراتیک رو خود همین طبقه حاکمه بیاره، ما میتونیم از اون استفاده کنیم برسیم به یه جامعه ای که دیگه این آزادی ها رو به اصطلاح تعالی ببخشه و برسونتش به آزادی های سوسیالیستی. در حالی که این حرف یه خود خنددار به نظر میاد، یعنی توی جوامعی که این آزادی ها به جایی که نرسیده هیچی، تو ایتالیا یارو اومده رسما میگه من طرفدار موسولینی هستم، توی آمریکا که ترامپ یا حزب دموکرات فرق نمیکنه، یا مثلا توی فرانسه چیزی نمونده بود که دست راستی ها بیان. و از نظر اقتصادی اجتماعی هم که خب انقدر فقر زیاده که دیگه تو خیابون جایی نمونده از بس آدم ها بی خانم. اینی که من فکر میکنم خیلی حرف مسخره ایه که ما فکر بکنیم ما از طریق بست حقوق دموکراتیک که خودش نقض غرضه، یعنی حقوق دموکراتیک میشه لیبرال دموکراسی، لیبرالیزم انقدر تو بحرانه که به هیچ عنوانی نمیتونه یه قانونی بگذرونه که یه میلیمتر وضع مردم رو بهتر بکنه. دموکراسی که یعنی شرکت آدم تو حیات سیاسی اجتماعیشون، که اصلا انقدر خطرناک شده بورژواها جرأت ندارن هیچ کدوم از این اصولشو جلو ببرن. اینه که به نظر من ما باید به فکر خودمون باشیم، ما باید راه حل هایی که دموکراسی مستقیم رو دامن میزنه و شرکت آدم ها رو توی زندگیشون تأمین میکنه و اونا رو کمک میکنه که تعیین سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، ما برای اونا مبارزه بکنیم. اگه بتونیم برای اون کارا مبارزه کنیم خب یه آینده ای. اگه بخوایم همین حرفای نیمبند و آبکی بورژوازی رو تازه ما نیمبندتر بزنیم، بگیم ما باید همون راهی بریم که حالا ایتالیا رسیده که یارو موسولینی رو میاره، خب دیگه وضع خیلی خراب است. من به نظرم بورژوازی تموم شده ظرفیتش.
هیچ چیزی برای ارائه نداره. برای همینم یا انقلاب سوسیالیستی و الغای مالکیت خصوصی و از بین بردن بیگانگی، یا اینی که همین جامعه سرمایه‌داری که در بهترین حالت یه چیزی مثل ایتالیا خواهیم داشت، یعنی یه نوع فقر و بدبختی که از نظر حقوقی و سیاسی هم چیز داره، گارانتی ادامه حیات. خیلی ممنون از بحثی که ارائه کردید. من فکر آه نیلوفر عزیز بفرما، میبخشی سیامک جان، کامبیس عزیز اجازه بده من نیلوفر من بگیرم بعد دیگه وقت شما را آزاد میکنم. بفرما. سلام به همگی، خیلی ممنون از بحثی که ارائه شد. من یه سوالی دارم، نمیدونم آیا یعنی واقعا ما باید بپذیریم که بورژوازی یا جامعه مدرن اصلا چیزی به اسم حق ابستره، به اسم حق مجرد هرگز داشته یا نه، یا ما هنوز در واقع در همون سیستم امتیازها همیشه داریم زندگی میکنیم. حالا این امتیازها همگرا شدن مثلا به سمت امتیازهای مالی، در واقع تمام جوامع غربی که حالا تو بهترین حالت، خب اولا که سرمایه داری نظام جهانیه، یعنی اگر یه جایی یه ذره بهتره به این دلیله که خیلی جاها داره خرابتر میشه. اگر مثلا اروپا یا غرب دارن حالا ظاهر بهتری از جامعه مدنی نمایش میدن، به خاطر اینکه دارن جنگ های به صورت جنگ غزه و لبنان رو میندازن خاورمیانه. یعنی در واقع نمیشه اینا رو از هم جدا کرد، اینکه حالا یه ظاهری یه جایی بهتره و یه جایی داره در حال در واقع فروپاشیه، یه سیستمه همش. و بعد حالا من حالا میام مثلا فرض میکنم که حالا اینجایی که بهتره همین امریکا، همین اروپایی که ما داریم تجربهش میکنیم، این هم همش امتیازه، اصلا حق ابستری وجود نداره. امتیاز به در حقیقت اینکه حالا مثلا تو امریکا خود نژادی امتیازه، اتنیسیتی امتیازه، و بیشتر از همه ثروت مالی امتیازه، اینکه چقدر توانایی مالی داریم. ما الان داریم رسما میبینیم دیگه، به خاطر مثلا هزینه هایی که به خاطر ثروتی که لابی های صهیونیستی دارن و دارن نماینده ها رو در واقع میخرن، چجوری یه امتیاز داره خودش رو به چه صورتی یا حتی جنوساید نشون میده. آیا اصلا چیزی به اسم حق ابستره هرگز اجرا شده در جامعه بورژوازی، در جامعه سرمایه داری، یا فقط امتیاز همون امتیاز جامعه پیشا سرمایه داری منتها به فرم های دیگه، به صورت خیلی پنهانتر، به صورت خیلی حالا اون فرم اوریان پیشا سرمایه داریشو نداره، ولی صورتهای خیلی پنهان و با چهره ها با بزک های خیلی به ظاهر مثلا حقوق بشری با بزک های دموکراتیک. نمیدونم، من بیشتر به نظرم میاد که این سناریو اینجا در جریان، در واقع در سرمایه داری بورژوازی در جریانه، تا اینکه واقعا حق ابستری وجود آمده و این حق حالا داره از بین میره به خاطر تضادها. درسته تضادها فقط داره نشونش میده، تضادها داره بیشتر میشه، تضادها الان در قرن 21 به خصوص تو همین یک ساله اخیر اونچنان شدید شده که دیگه هیچ کسایی هم که ازش اطلاع ندارن دیگه همه داره به گوششون میخوره، دارن حسش میکنن. ولی فکر کنم مثلا در جامعه هیچ وقت ما از امتیاز به حق نرسیدیم، فقط به رتوریکش رسیدیم، یعنی در واقع فقط به صورت تئوری بیان شد. خیلی ممنون، همینو میخواستم. با سپاس از شما کامبیز عزیز که تا این ساعت هستید. بفرما، نوبت شماست. من یا سیامک هم میخواست صحبت کنید؟ سیامک عزیز نوبت میخواید یا اینکه من وقت بدم به
هستند ولی و خب من دستم بالا نیست، من سوالم کردم، نمیدونم. اوکی ببخشید من اشتباه دیدم. بله، خیلی خیلی بحث عالی بود، واقعا همینطور هست. البته این نیست که حقوق ابسترکت از بین رفته، مسئله اینه که از اولم یه همچین مشکلی داشت. یعنی شما خود لاکو که میخونید میبینید لاک هم میگه سلب مالکیت از کسایی که نمیتونن استثمار بکنن دیگرانو، این سلب مالکیت محسوب نمیشه. برای همینم معتقده که هر کسی مالک اون چیزیه که با کارش تولید کرده، به شرطی که بتونه اونو به کار بندازه. به کار بندازه یعنی نه اینی که خودش روش کار کنه، خودش روش کار کنه یا دیگرانو وادار کنی که روی اون کار کنه. یعنی شما اگه زمینی داری ولی نمیتونی به اندازه کافی دیگران رو استثمار کنی که برن رو زمینت کار کنن، بنابراین اون زمین دیگه مایملک شما شمرده نمیشه. خب این بعض جالبیه برای امروز، همینی که شما فرمودید. یعنی در این حال اصلا سرمایه داری در واقع همیشه همون امتیازه، امتیاز کسایی که قدرت استثمار دیگران و خرید و فروش نیروی کارشون رو دارن. و اگر این قدرت رو نداشته باشن، یعنی اگر از درون کوره انباشت بدوی نگذشته باشن، همچین چیز قابل تحقق نیست. برای همین ما برای اینکه بهتر سرمایه داری رو بفهمیم باید انباشت بدوی هم خوب بخونیم. و من پیشنهادم به رفقا اینه که حتما انباشت بدوی رو آخر کافی داریم و کتابای اون رفیق ایتالیایی چی؟ سیلیا فردریچی؟ فردریچی، بله. کتابای اونم خیلی عالی. نه اینکه مقایسه کنم، مال مارکس خیلی بهتره، خیلی دقیق تر، ولی مال این سیلویا فدریچی هم خیلی عالیه. اگر این کتاب رو بخونیم و یه چند جلسه هم راجع به اینا بحث داشته باشیم، به نظر من خیلی مفید که ما بتونیم بفهمیم این انباشت بدوی چه کانتریبیوشنی به سرمایه‌داری، تولد و بقا و رشدش داشته. ولی به هر حال صحبتی که شما کردید خیلی جالبه که اصلا کی اومدن اینو، یعنی کجا بود که به همه این مسئله اهلیت داده شد. همیشه آدما چیز بودن، فاقد اهلیت شمرده می شدن و تابع ولایت صاحبکار و سرمایه‌دار و شاه و رئیس جمهور و همه اینو. یعنی دنیا دنیایی نبوده که آدما درش آزاد باشه، دنیا همیشه دنیای ولایت و تحقیر. خیلی ممنون از کامبیز عزیز برای صحبتی بسیار مفید که من مطمئنم دوستان زیادی بعد بهش مراجعه خواهند کرد. هفته آینده اگر اشتباه نکنم کوشش من و تراب اینه که از موش مخاور ضد سهیونیست مارکسیست اسرائیلی دعوت کنیم در رابطه با غزه و جنگ و درگیری های ایران در اسرائیل و اصولا جنگ در غزه صحبت کنیم. فکر میکنم بتونیم این کار رو انجام بدیم و بعد از اون ببینیم که برنامه ها چجوری پیش میره. با تشکر مجدد از کامبیز عزیز برای جلسه بسیار پرمحتوا و تشکر از دوستانی که کمک کردند. خیلی ممنون. شب همگی